بسم الله النور، بسم الله النور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الامور. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان در هر کجایی که عزیزان هستید و برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشن را نگاه میکنید. انشاءالله که همواره صحتمند، سلامت، جانجور و تیار باشین. بزرگواران، امروز سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روایت 75 روز است. این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و همچنان خدمت امام زمان ما حضرت مهدی جل الله تعالی فرج شریف تسلیت عرض میکنم. در این روز صلوات بسیار زیبایی که از بزرگان از ما رسیده و توصیه شده که در برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بگوییم، زمزمه می کنیم: اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودفیها الهی، آمین. در خدمت کارشناس محترم هستیم، سرکار خانم علیزاده. سلام علیکم، بسیار خوش آمده. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و این مصیبت بزرگ را، شهادت جانسوز بزرگ بانوی اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا را، خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند به ما توفیق دهد که پیرو و رهرو آن حضرت باشیم و بتوانیم الگوی رفتاری ایشان را در زندگیمون پیاده کنیم و رهرو این حضرت باشیم. انشاءالله. انشاءالله. بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم ما، در همین ابتدای برنامه شماره تماس برنامه را فراموش نمی کنید: مثبت 964-780-255-4013 شماره تماسی است که به برنامه شما، برنامه روشن و اختصاص داده شده، و شما عزیزان میتونید که همین الان هم اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه داشتید و یا در مورد کلیت برنامه اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد داشتید، از طریق واتساپ برای همکاران از ما روان بکنید. بسیار بسیار خوشحال میشیم که نظرات زیبای شما را ببینیم و قطعا سعی میکنیم که نظرات خوب شما را اعمال بکنیم. عزیزان، همطور که شما عزیزان میدانید، موضوع برنامه در روزهای شنبه که در خدمت کارشناس محترم هستیم، موضوع فرزند پروری است و شیوه های تربیت و پرورش فرزند. خانم علیزاده، در جلسه گذشته ما شما برای از ما و بینندگان عزیز از ما در مورد فرزند پروری صحبت کردین و از اهمیت و ضرورتش و بیویژه در عصر حاضر که عصر اینترنت و رسانه و ارتباطات و تلویزیون از تو عملا دهکده جهانی لقب گرفته. در این عصر تربیت فرزند بسیار سخت است، چون ما یک چیز از اولاد میخوایم ولی انقدر که اطلاعات مختلف و متعدد به سوی فرزند از اون میایه، ممکنه که در نهایت یک چیز دیگه تولید کنیم و محصول از ما یک چیز دیگه باشه و تحویل جامعه بدم. در برنامه گذشته شما در مورد مسئولیت های ما به عنوان والدین صحبت کردین که اگر میخوایم که اولاد درست، اولادی تربیت بکنیم که انشالله در مسیر حق باشه، در مسیر اهل بیت باشه، چه مسئولیت های بر دوش از ما هست صحبت کردین. یکی از اون مسئولیت هایی که در قسمت قبل صحبت کردین مسئولیت آموزش بود که بسیار بسیار هم مسئولیت مهمی است که اولا بر عهده والدین است، و دوم مسئولیت که شما فرمودید مسئولیت حمایت و مراقبت است. در این برنامه انشاءالله شما میخوایم که در مورد همین مسئله صحبت کنیم، تا چه حد و حدودی خانواده باید از اولاد خودش حمایت بکنه. دوستوی عزیز، در برنامه قبلی از خانواده گفتیم، از اهمیت خانواده گفتیم، از اهمیت فرزند پروری گفتیم، مخصوصا در عصر جدید دنیای امروز گفتیم که این مسئولیت بسیار خطیرتر هست و ما والدین امروزی باید بسیار آگاهتر و بسیار هوشیارتر در این قسمت عمل کنیم و بسیار مراقب اولادای خود باشیم. بله. که آنچه که میخواهیم انشالله همان شود. خب دوستوی عزیز، در برنامه قبل گفتیم که این نقش والدین یا او مسئولیت که داره در چهار زمینه، در چهار قسمت است. یکیش آموزش و راهنمایی بود که در قسمت بعدی خدمت قبلی خدمت دوستوی عزیز گپ زدیم. در این برنامه میخوایم در یکی از دیگه از نقش‌های والدین که مراقبت و حمایت از خدمت شما گپ بزنیم.
همطور که از ظاهر جمله پیداست، مراقبت و حمایت. یعنی چی؟ ببینید دوستای عزیز، هرچی که فرزند کلانتر می شود نیاز به مراقبت و حمایت بیشتری خواهد داشت. در کودکی وقتی که طفل به دنیا میاد، بیشتر مراقبت پدر و مادر روی جسم از اویه، کم بیمار نشود، تغذیه از او، مواظبت دوران طفولیت بیشتر روی جسم کودک است که لحاظ جسمی چون ناتوان است، ضعیف است، آسیب نبینه، جای زمین نخوره، چیزی ناجور نخوره، ناجور نشه، مریض نشه، بالاخره همین قسم مراقبت است. ولی وقتی طفل ما کلان میشه، کمی مدرسه میره، کمی کلانتر میشه و به همون مراتب مشکلات و مراقبت از هم بیشتر میشه، چرا که آسیب‌های بیشتری رو تهدید میکنه. وقتی طفل در خانه است، یک آسیب مریض شدن است و زمین خوردن رو تهدید میکنه که پدر مادر مراقب است که اولاد ما سالم باشه. وقتی بیرون میره، وقتی داخل کوچه خیابان میره، وقتی در مکتب میره، آسیب‌های گوناگون دیگه بازو رو تهدید میکنه، چرا که طفل ما در کنار طفل دیگه در مکتب قرار داره که از یک خانواده دیگه است، از یک تربیت دیگه است، از یک اعتقاد دیگه است. خب قطعاً در معرض هست کودک ما هم در آسیب. پس بنابراین ما باید بیشتر مراقب باشیم، مواظب باشیم که کودک از ما تأثیر نپذیره و آنچه که من میخواهم، آنچه که من هدفم هست از تربیت اولاد همان شود. و یا در مدرسه که میفرستم در چه رقم مکتب باشه، با چه رقم رفیق باشه، در چه محله زندگی میکنیم، همه اینها تاثیر خود داره. خب حالا میخوایم ببینیم که همین مراقبت و حمایت ما از اولادا در چه زمینه‌ای هست. بعضی والدین شایدش خبر نداشته باشه، همه که طفل خود بگیره که همین زمین نخوره یا شکمی سیر باشه، همین مراقبت است. حالا ما میره خورد خورد خدمت شما عرض میکنم که دوستوی عزیز، اولین چیزی که در ذهن والدین میرسه تغذیه اولاد است. بله تغذیه مهمه، مخصوصا در دوره‌ای که رشد داره کودک، در طفولیت، در نوجوانی بسیار تغذیه مهم است. چرا که خب رشد استخوان‌ها هست، بالاخره با رشد اون هورمون‌های بلوغ است، همه اینها نیاز داره که طفل ما خوب تغذیه مناسب داشته باشه که بتونه یک رشد فیزیکی خوبی داشته باشه. بله، خود علزاده خانواده‌ها تصور میکنن که مثلا وقتی که صحبت از تغذیه میشه پس باید هزینه کلان بکنن. به خود فکر میکنه خب ما یک خانواده غریب هستیم، مثلا همسرم کارگر از غریب کار است، نمیتونه که از عهده تغذیه آنچنانی بر بیاره. در الان که در افغانستان شرایط نابسامان هم هست، یک مقدار از وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، تصور این رقم و این قسم است. اما متاسفانه ما گاهی اوقات هزینه هم میکنیم ولی امور صرف تغذیه ناصحیح میکنیم. مثلا انواع اقسام اسنک ها، پوفک ها، چیزهایی که اولاد ما از دکان خریداری میکنه مصرف میکنه، ممکن که اما هزینش بسیار زیاد باشه. چیپس میخره، دیگه چیزهایی که میخره، اینا همه از جزو تغذیه ناصحیح شمرده میشه، چون کدام ارزش غذایی که نداره و ما هزینه که خانواده برش پرداخت میکنه زیاد است. درسته. خب این باز هوشیاری مادر میرسونه که در قسمت تغذیه آگاهی داشته باشه که نیازهای بدنی کودک چی هست، در چه سنی. وقتی در سن خردی هست، خود نیاز داره که استخوان از رشد کنه. نیاز، چون سیستم بدنی از او شکل میگیره، بینایی از او، شنوایی از او، بالاخره باید مواظب باشه که آسیب نبینه در این قسمت ها. مثلا یک از نمونه هایی که ما خب اولاد طفل هست گوشی دستش میدیم، این بازی میکنه، خب این دقیقا مستقیم آسیب میزنه در چشم شما، در بیناییش آسیب میرسونه، ولی ما میگیم خب همین ساکت باشه. بله بله. در حال یک آسیب رساندن است که بسیار مهمتر از در تغذیه از او هسته، چرا که قابل جبران نیست، ممکنه بعدا به خیلی دچار مشکل بینایی شود. و اینکه شما فرمودین بله این باید مادرها مراقبت داشته باشه که چه چیزهای مورد نیاز است. مثلا خوردن سبزیجات خب شاید وقت هزینه نداشته باشه ولی سر سفره باشه. حالا اگر حتما گوشت نبود، عدس میتونه جایگزین باشه. اینا رو خب مطالعه کنه، انشالله پیدا میکنه. نه اینکه مثلا مدام مثلا نان و ماکرونی و برنج همه یک قسم است. بله. یک چیز تامین میکنه در بدن. خب هر سی از سه شکل روی سفره باشه تاثیر نداره. کنار از او سبزی باشه، کنار از او مثلا میوه باشه، کنار از او یک لبنیاتی باشه، ماستی باشه، شیری باشه، همه اینها مفید است برای بدن. پس سعی کنیم که بدونیم که همه نیازهای بدن را تامین کنیم، نریم سر سفره غذاهای رنگارنگ ولی یک نیاز برآورده میکنه.
اینو دقت داشته باشیم. مادر میگه که مثلا امی اولاد من کدام غذا رو خوش داره، کدام نون خوش داره، امور برش درست کنه. در حالی که یک مادر باید هوشیار باشه، همونطور که شما فرمودید، مطالعه خود افزایش بده، ببینه که چه چیزی برای بدن و جسم اولادش مهم است، امور تهیه کنه. بله. خب دوستان عزیز، حالا بعد از مراقبت تغذیه، مراقبت تحصیلی میرسه. خب شاید خیلی از والدین ما، پدر ما، مادر ما میگن که بچه در خوراکش راستیم کافیه دیگه، وظیفه ما همین است دیگه، مدرسه که رفت دیگه او وظیفه مکتب است و معلم است و او باید رسیدگی رو کنه. نه مادر و پدر عزیز، وقتی بچه شما مدرسه مره، در مکتب مره، باز هم نیاز به مراقبت شما. چی وقت میره سر مدرسه، چطور هست، در موقع میرسه درس میخونه، معلم از او راضی هست، تکلیف خود انجام میده، ایره شما باید سر بزنین در مدرسه. ایره قم نباشه که همه اول سال که او رو ثبت نام کنید دیگه رها میشه، تا آخر سال مولی ببین بخیر بچه ما کامیاب شد سینف دیگه رفت یا نرفت. ایره مدام از مدرسه سر بزنین. وقتی شما از مکتب سر میزنین، اون معلم خب میفهمه که همین پدر مادر پیگیر همین اولاد خود هسته، پس بنابراین دقت بیشتری داره از اولاد شما. ولی وقتی شما پیگیر نباشین و رها کنین، معلمم بالاخره میگه پدر مادر ازی یک سال من هستم همینجا درس میدم، در میسین فهمی اولاد هست، یک تا پدر مادر ازی من ندیدیم که چی رقم هسته. پس وقتی شما اهمیت بدین به تحصیل اولادتان، قطعا مدرسه و معلم هم اهمیت میده تحصیل اولاد شما. بله. و پیگیر هسته. درسته. کافیه فکر کنیم خانم علیزاده که وقتی که اطفال در مکتب مورن، مثلا 40 نفر در یک سنف وارد میشن، 40 نفر اینها که دکتر یا مهندس و انجینیر اینها که نمیشن، اگر صرفا مکتب کفایت میکرد که با تمام اولادایی که پایشون به مکتب میرسه موفق شون در زندگی، در حالی که اولادها نتیجه متعددی از مدرسه میگه، یک نفر کامیاب میشه، یک نفر نمیشه، یک نفر انجینیر میشه، یک نفر دکتر میشه، یک نفر دیگه هیچ چم نمیشه. یکی دیگر اینکه مراقبت های پیشگیرانه، خب در کشور افغانستان یک مقدار خب به خاطر سالها جنگ و مشکلات معیشتی وضعیت بهداشت کمی پایین تر است. شاید بعضی از پدر و مادرها هنوز غافل از واکسیناسیون بچه های خود میگن نه ما که واکسن نخوردیم زنده ماندیم اولاد ما من میرخم. بعضی وقتا بعضی مریضی هایی که میگیرن بسیار جدی نمیگیرن. بله. یا دکتر نمیبرن یا بهداشت فردی از اون رعایت نمیکنن و این ممکنه در بزرگسالی آسیب جدی در وارد شود. چقدر بده که خانم علیزاده، من معذرت میخوام در کلام شما، که به خاطر یک سهلنگاری از ما خدای نکرده جان اولاد از ما گرفته شود. بله. و یک آسیبی ببینه که تا آخر اون با همین آسیب همراه باشه. متاسفانه. بله. من یک مثال عرض کنم خدمت شما، وقتی همی اولاد خود است در مکتب در سنف ابتدایی مثلا سنف 1 و 2، معلم از تشخیص میده که همی اولاد شاگرد از من چشمایش ضعیف است. بله. تختر خوب نمیبینه، نوشتر خوب نمیبینه. پدر مادر زیر صدا میکنه بین همی اولاد شما چشم از مشکل داره، همی یک دکتر ببرین. پدر مادر گاهی وقتا نه چی که خبر است، یا از من سالم تر است، چطور من کلان 50 ساله هستم هنوز چشم من ضعیف نشده، حالا یقدر طفل میگه چشم من ضعیف است. درسته. اینه جدی نمیگیره خانواده، اینه پیگیر نمیشه، متاسفانه این میمانه. خب وقتی کلانتر شد نمره چشم از اون بالاتر ماره. خب ممکن است اگر امی در کودکی عینک خود میزد، در کودکی اگه درمان میشد، شاید 2 سال 3 سال بیشتر لازم نبود عینک میزنه، برطرف میشد چون در سن رشد بود. بله. یا تنبلی چشم داشته باشه. وقتی اینه پیگیر نباشه، در سن کلان که میشه دیگه میگه باید یه حتمش عینک بزنه، یا نیاز به عمل داره، یا نیاز مثلا به یک جراحی داره. خب خیلی سخت‌تر است. یا چی میرسانه؟ قفلت پدر و مادر. متاسف. پس بیماری های کودکان را در کودکی درمان کنید پدر و مادر عزیز، چرا که در بزرگسالی هم هزینه بیشتر میدیم، گاهی وقتا اصلا جبران ناپذیر درمان نمیشه، گاهی وقتا واقعا بچه شما اذیت میشه، آزار میبینه. اگر مورد خوردش در کودکیش درمان کنین، زودتر به نتیجه میرسه، چرا که در حال رشد است. بله. پس بنابراین سهلنگاری نکنین، فکر نکنین که فقط همین خوراکی که سر سفره آوردین همین کافیه برای اولاد ما. نه، در بیماری های از او رسیدگی کنین، به موقع انشاءالله پیگرد درمان از او شوین که بعضی وقتها جبران ناپذیر. بله. متاسفانه برخی از خانواده ها انسان میبینه خانم علیزاده که به ویژه در مسئله بیماری نه تنها بسیار سهلنگار هستن که همون رو در بگردن خداوند میندازن، میگن اگر خدا بخواد همین اولادمون جور میشه، در حالی که خداوند دکتر وسیله انسانهای دیگره یک وسیله قرار میده برای که انسان پیگیر سلامتی خود و اولادش باشه.
بله متاسفانه هست، هنوز این جهالت ها هست بالاخره در قشر مردم ما که گاهی وقتها به قول شما رها میکنن میگن خدا خواسته میرقم باشه، خدا خواسته که می اولاد ما نتانه را بره، درمان هستم که شاید فلجی شده، مشکلی داره، نرمی استخوان داره مثلا، شاید با چند ورزشی با تمرینی با چیزی حل شه، رها میکنه متاسفانه و شما مسئول هستین پدر. این جلسه اول گفتم که شما مسئولین در قبال جسم و روح و روان اولاد خود، فکر نکنید که فقط مسئول شکم از هستین و فقط غذا سر سفره بیارین و رها کنین اولادتون. بیشتر آسیب هایی که امروز کودکان دارن بیشتر آسیب های روحی روانی و جسمی است که خانواده ها غفلت کردن متاسفانه و باید جوابگو باشن چه در این دنیا بالاخره چه در اون دنیا. خب دوستای عزیز از مراقبت و حمایت گپ زدیم، مراقبت ها گفتیم خدمت شما، حالا از حمایت میخوایم خدمت شما گپ بزنیم. همین حمایت به چه شکل است؟ حمایت به دو قسمت دوستای عزیز، یکی حمایت در درون خانواده و یکی در بیرون خانواده. چه رقم در درون خانواده حمایت میکنیم؟ من پدر و مادر مسئول ایجاد فضای امن در خانواده است. وقتی کودک ما در خانواده احساس آرامش کنه، وقتی پدر خانواده در خانواده احساس آرامش کنه، یعنی من مادر فضای خانه را یک فضای امن ایجاد کردیم. بچه های ما چی خورد و چی کلان در کوچه، خیابان، مکتب، بالاخره روز تا شب میدوه، خسته میشه، باید دوان دوان به سمت خانه بیاد، خوشحال و خندان بیاد، چرا که در خانه محل آرامشه، محل راحتی است. خدای نکرده طوری نباشه که بچه های ما در کوچه بیشتر احساس راحتی کنن، وقتی در خانه میایه آخ باز پدر آمد و باز سر صدا و باز لتوگوب و باز بالاخره فریادهای مادر، اینطور نباشه. بله متاسفانه گاهی اوقات ممکن مشاهده شود که اولاد هیچ خوش نداره که در خانه برگرده، سعی میکنه که تمام وقت خودش را در بیرون بین دوستای خودش بگذارن، یک لقمه نان خشک یا ترمو بیرون بخوره و فقط برای خواب از سر مجبوری در خانه برگرده. بله خانم منزده اگر اجازه بدین یک میان برنامه رو ببینیم، باز برمیگردیم بیشتر در مورد همین مسئله صحبت میکنیم. بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم، در فضای مجازی هم ما حضور داریم، میتونید که از طریق لایو فیسبوک برنامه خودتون را ببینید و نظرات خودتون را کامنت بکنید. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. همه زمان الگو و سرمشق خود را حضرت زهرا و حضرت زینب را قرار بدهیم. امروز اگر زهرایی نبود ما زنها نبودیم، اگر زینبی نبود عاشورایی نبود، ما دخترها نبودیم، در همون دهه جهالت باقی میماندیم و هیچ اثری از ما نبود. که زندگی تنها به تاوه و دیگدان و یا پیشروی تلویزیون نشستن و چینل بدل کردن نیست. زندگی مفهومی خاص خود را داره. ما باید همه قسمی که گفتیم سرمشق خود زینب و زهرا را انتخاب کنیم، قدم به قدم و مثل آنها از خود شجاعت و شهامت نشان بدیم، هیچگاه در پیچ و خمهای زندگی سر خم نکنیم. و پیام ما به او خواهرهای ما که گفتین حجاب نداره، خب او کسی که حجاب نداره یعنی حیا نداره. ما حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام داریم که میفرماید حیا ندارد کسی که ایمان ندارد، حیا یعنی خودش به منزله عبادت است. از او خواهرهای من خواستره دارم که از این بیشتر خود را کوچیک نکنن، خودشان فهمیده هستن، یک بار به خود رجوع کنن. اصلا زن اگر در قدم اول مورد بررسی و بحث قرار بدیم، زن انسان هست، انسانی که خداوند در همه جای در هیچ جای قرآن خداوند یاد نکرده که مثلا یا ایها الرجل ای مردان و یا هم یا ایها النساء ای زنان، بلکه در همه آیات قرآن وقتی که یاد کرده گفته یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده این. به همین خاطر پیام ما بر از خواهرهای ما ای هسته که حجاب خودش یعنی دانه مروارید در بین صدف،
به همین خاطر از بیشتر خود را تحقیر نکنن، مثلا حجاب را پیشه کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان، دوستان و محترمان، شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. عزیزان و همراهان، همطور که شما عزیزان میدانید زمان پخش برنامه شما، برنامه روشنا، از ساعت 11 به وقت کابل انتقال و تغییر پیدا کرد به وقت ساعت 1 عصر به وقت کابل. انشالله در روزهای آینده و هفته های آینده بر همین قسم خواهد بود و انشالله ما ساده 1 عصر مهمان خانه های گرم و محبت شما خواهیم بود. میان برنامه بسیار زیبایی را دیدیم و عزیزان، همطور که شما بزرگواران هم میدانید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین الگو برای زنان مسلمان هستن. یک چنان خانوم، یک چنان بانویی که با همه حیا و عفت و حجابی که داشتن تانستن انقدر تاثیرگذار باشن که اولا برای خانه خود چنان آل اولادی را تربیت کردن، کسی همچون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را تربیت کردن، ائمه ما امام حسن و امام حسین علیه السلام را تربیت کردن و باز چقدر تاثیرگذاری در اجتماع داشتن. در هر جایی که نیاز دیدن که جا هست و وظیفه ایشون اقتضا میکنه که صحبت بکنن، در اجتماع حضور بسیار پررنگ داشتن. خطبه های غرا و شیوا و رسای ایشان و یادگار مانده و ما میتونیم هنوز کم هنوز از بعد از سالهای خطبه رو ببینیم و بفهمیم که چقدر زن مسلمان باید زن محکم و قوی باشه در عینی که عفیف هست. خانم علیزاده بزرگوار، حضرت زهرا سلام الله علیها هم در خانه نمونه و الگوی یک مادر بسیار دقیق، یک مادر منضبط اولادایی را تربیت میکنه که چنین حماسه هایی را، حماسه کربلا را رقم میزنه. حضرت فاطمه زینب کبرا سلام الله علیها را تربیت میکنم و باز در اجتماع هم حضور دقیق، حضور پررنگ داره و در این حال عفت خود را حفظ میکنه، حجاب اسلامی خودش را حفظ میکنه و حقیقتا همه جوانب زندگی را یک جا دارم. من میخوایم که در ادامه ای بحث که در قبل از میان برنامه با هم داشتیم با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم در مورد این که چطور میشه که یک زن مسلمان، ما به عنوان یک زن مسلمان میخوایم که خانه خودم را یک مأمن برای اولادای خودم بسازم که انشالله تلاش بکنم من هم بتونم مانند حضرت زهرا سلام الله علیها اولادهای را تربیت بکنم که در مسیر اسلام بتونن قدم های صحیح بردارن، اولادایی که بتونن در مسیر اهل البیت علیهم السلام باشن. قدم اولی است که خانه خود یک چنان خانه ای بسازم که محل پرورش و رشد و تربیت باشه. چه کنم که خانه از من اولادای از من و محل تربیت اولادای از من شود؟ دوستای عزیز، همطور که در برنامه قبلی گفتم که خانواده و خانه یک کانون تربیت است و پدر و مادر گفتیم اولین معلم است. اگر شما رفتارتون، اخلاقتون، گفتارتون الگو هست برای بچه ها، اگر شما الگویی باشین که واقعا سیره اهل بیت در شما انعکاس پیدا میکنه، یعنی اخلاق من سیره اهل بیت، رفتار من سیره اهل بیت باشه، قطعا روی اولاد من تاثیر داره. ولی وقتی من طور دیگه رفتار کنم، از اولاد خود چیز دیگه بخوایم، خب در عمل تناسب نداره. من رفتار ما رفتار مناسب با اهل با سیره اهل بیت نباشه، از اولاد خود انتظار داشته باشم که همچین رفتار داشته باشه، خب تناقض است. اگر وقت من از اولاد خود انتظار دارم که دمه به عنوان پدر و مادر احترام بذاره، خب این زمانی هست که اولاد من احترام منه نسبت به پدر و مادرم ببینه. بله، وقتی من در بزرگتر خود، در پدر و مادر خود احترام قائلم، از او سر میزنم، در او کمک میکنم، محبت میکنم، پیگیر احوالش هستم، اولاد من میره یاد میگیره و من الگویم دیگه برای از او و همیره پیاده میکنه برای از من به عنوان پدر و مادر و در آینده برای اولاد خود. درست. وقتی گپ از فضای امن خانواده میزنیم یعنی چی؟ یعنی وقتی شما به عنوان زن و شوهر رفتارتون مناسب باشه،
احترام بینتون باشه، محیط خانواده یک محیط شاد باشه، نه اینکه حکومت نظامی باشه. ببین مادر عزیز، تو بیرون دکتر هستی برای خود هستی، معلم هستی برای خود هستی، یا پدر تو بیرون افسر هستی، سرباز هستی، کدام رئیس هستی، در بانک کار میکنی، هر شغل پستی که داری در بیرون از خانه. در درون خانواده همین که در خانه را زدی، وارد خانه شدی، پدر از خانواده ای و شما ای مادر، در بیرون اگه مدیری، اگه رئیسی، اگه هر پستی که داری، وقتی وارد خانه شدی مادر از خانواده ای، باید نقش یک مادر مهربان، دوست داشتنی، پر از مهر و متوفت را ایفا کنی که اولادهای تو در خانواده گرم و صمیمی دور تو جمع شد. و شما ای پدر مهربان، در بیرون اگه سر بالاخره کارمندای خود گپ میزنی، صدای خود بلند میکنی، دستور میدی، در خانه ای دیگه رقم نیست. تو در خانه پدر مهربان هستی، نباش اگه همون دستورا رو در خانه اجرا کنی. خانه پادگان نظامی نیست، خانه اداره کار نیست، خانه کارخانه نیست که به سر اولادای خود لب دستو چوب کنی، صدا بزنی، دستور بده که بخزی کار رو کن، بخزی کار. در خانه تو پدر هستی و الگو و سرمشق اولاد. گاهی وقتا میگیم خب خیلی وقتا پدر و مادر عنوانهای بسیار خوبی داره، در بیرون در شغلهای بیرون خود بسیار موفق هسته، رئیسای بسیار خوبی هسته، مدیرای بسیار خوبی هسته، دکترای بسیار خوبی هسته، اما در زندگی شخصی خودش مشکل داره متاسفانه و خیلی بسیار است. چون در دنیای امروز دنیایی است که پدر و مادر اکثرا شاغل هستن، مخصوصا کسانی که تحصیل کرده باشن، هر دو شاغل هستن. خب ولی نقششون رو در خانواده فراموش کردن. میخوام میگه بزنم که پدر و مادر در بیرون هر شغلی دارین در بیرون بگذارین، در خانه شما پدر و مادر هستین. وقتی گپ از ایجاد فضای امن در خانه میدونیم، وقتی بتونین شما نقش خود خوب ایفا کنین و محیط خانه یک محیط شاد باشه که اولادت از فاکولته خسته میاد بگه بسیار الان مرم خانه، یک چای گرم، خنده پدر و مادر. وقتی میرم پدر از سر کار میرم، الان میرم خانه، مادر خانه و خانه پاکیزه و بالاخره نانجور است و دور هم یک شامی میخوریم، یک بالاخره چاشتی میخوریم، بگو بخند، این رقم باشه. نه که خدای نکرده خانه محل حکومت نظامی باشه که کجا رفتی، چرا دیر کردی، چرا ایچی رقم لباسه، ایچی گبه میزنی، ای فلان. یا محل نظام خدای نکرده برخ از پدرها و مادرها با هم دعوا میکن، با اولاد خود سعی میکن رفتار خوب داشته باشن، ولی با هم در نزاع هستن و خبر ندارن که چقدر در روان اولا تاثیر میذاره این نزاعی که بین پدر و مادر انجام میشه. پدر در بیرون از خانواده با کارمند خود، با همکار خود در سر کار جنجال کرده، بله، گپی گفتی کرده، دعوای نزاعی شده، درگیر ذهنش. وقتی خانه میاد، میاد در خانه ای رو پیاده میکنه، سر اولاد خود مثلا داد میزنه یا با زن خود رفتار مناسبی نداره. خب این باعث یک نزاعی خود خانواده میشه. حالا یک گپ زن میزنه، یک گپ مرد میزنه، چهار تای دیگه هم اولادو میشته، متاسفانه یک درگیری خانوادگی. از کجا چوش؟ از اون خستگی و یا از اون ناراحتی که در محل کاری پدر بوده. برای همین هست که در خانه که وارد شدید ان شاء الله بگین که من پدرم یک پدر مهربان، که کودک طرف در آغوش من دوان دوان بیایه، نه اینکه با ترس، نه اینکه بگه امروز پدرم نگاه کنه بزنش کمی خوش هسته نیست که باش گپ زده میشه یا نمیشه. گاهی وقتا به این شکل است دیگه. و مادرم به این شکل از صبح تا شب کار کرده، خسته، پاکاری کرده، خانه بوده، مهمانداری کرده، پدر از در در آمده، همسر خان رو خود خسته نباشی عزیزم، بیا مال چای ما بیارم بذارم، چقدر خوب است، از صبح تو کار کردی، حالا من چای میذارم، همین چای با هم بخور. اولاد یاد میگیره، بله، و این میشه که بقیه اولاد هم با خوشی دور از اون جمع میشه و همه خوشحال هستن و همه تشنه ای خانواده هستن. نه که خدای نکرده طوری باشه که اولادها در بیرون خوشتر باشه تا خانه، که متاسفانه هست. ما داریم خانواده هایی به این شکل که اولاد ها میگن فقط آخر شب بریم خانه که از بجای همونجه فقط یک جای خواب داشته باشیم. من. و یا حتی زن و شوهر هم هست، شوهرهایی که میگن بس که خانوم ها غرغر میکنه یا در خانه بسیار جنجال نظام میکنه، من در بیرون باشیم خانه قوم خیش باشیم بهتر است، ما آخر شب بریم خانه که صدای خانوم کمتر بشنویم. متاسفانه
بله انشالله. برخی از مادرها هستن خانم علیزاده خوب بسیار زحمت میکشن. بله. مادر که خانه‌دار است خدا میدونه که کار خانه اگر که بیشتر از کار بیرون نباشه کمتر است. بسیار بسیار سخت است و به ویژه که این مادرها از صبح که از گاسبا و قبل بله. مادر از مزگول گاسبا که از خواب بال میشن در حال صافی کردن تمیز کردن هستن تو نیمه شب ممکن اینها مشغول کار شون. اگر مهمون داشته باشن یک کار دو برابر و سه برابر میشه. گویا خود اینقدر فشار برایشون وارد میشه که با خود فکر میکنه که حالا که مثلا اولاد ما در این زمین اولاد است دیگه یک سوال 100 بار پرسان میکنه یک کار 100 بار انجام میده فکر میکنه خب من یک چپاک بزنم این مورد دیگه چوب میشه و دیگه فراموش میکنه نمیفهمه که این چپاک ممکنه که مثلا 10 سال دیگه در ذهن می اولاد باشه 20 سال دیگه در ذهنش باشه همین چپاک نشان دهنده است که مادر مرا شاید اونقدر دوست نداشته باشه اگر مرا دوست میداشت مرا چپاک نمیزد و همین احساس دوست نداشته شدن همین احساس ناامنی که در خانه اولاد اگر داشته باشه ممکن که سرآغاز خدای نکرده مشکلات بسیار زیاد شد این را از ریشه بیاین درمان کنیم برمیگرده به پدر خانواده ببینید دوستای عزیز متاسفانه در جوامع مثل جامعه ما جوامع سنتی کار خانه را هیچ کار حساب نمیکنه و فکر میکنه که همین خودش که میره در بیرون کار میکنه حالا کار بیرون 8 ساعته شما یک ساعت مشخص میری یک ساعت مشخص برمیگردی کار خانه 24 ساعته تعطیلی نداره تمام نداره شب و روز نداره ایام تعطیل نداره جمعه پنجشنبه نداره تمام وقت وقتی تو رو میگیره خب اینقدر عادی شده طوری که ما دیگه در نظر نمیاریم فکر میکنیم کار خانه هیچ کار نیست دیگه ما در بیرون میریم کار میکنیم چون که یک پولی بالاخره یک حقوق دریافت میکنیم در خانه دیگه هیچ کار نیست در حالی که اینطور نیست پدر گرامی شما که از بیرون سر خسته میایید در خانه و انتظار داری خانه تمیز پاک شده چای دم کرده غذا آماده باشه همین یک تشکر از همسر خود دست درد نکنه ما از بیرون خسته آمدیم این بوی غذا و خانه پاک و چای دم داده خب وقتی تو تشکر کنی وقتی که سر سفره نان خوردی میل کردین آخر سفره از خانم خود تشکر کنی بابت یک زحمتی کشیده و یک چاشت و یا یک شام خوب برای شما درست کرده وقتی شما تشکر کنی به عنوان پدر خانواده او اولادت هم یاد میگیره نگاه میکنه مادر جان تشکر که غذا درست کردی دختر خانواده هم یاد میگیره مادر جان تشکر خب پدر خان حالا پدر خانواده میتونه بگه که بچهای من مادر تو از صبح خسته شده حالا شما باید برین این ظرفا رو بشورین حالا شما خانه رو پاک کنین دیگه حالا بشینین مادرتون شب یک مقدار آرام باشه بنده خدا خسته شده از صبح خب این باعث میشه هم اون مادر خستگی از تنش میره بیرون و هم اون مادر یک مادر شاد میشه بله. فردا که میخواد کار خانه رو آغاز کنه با یک روحیه بهتر با یک شاد انرژی مثبت بله. و با یک شادابی بیشتر وقتی مادر خانه شاد باشه که قلب خانواده است کل خانواده شاد است بله. وقتی مادر خانواده خسته نباشه با انرژی کار خودش شروع کنه کل خانواده انرژی داره درست خانم علیزاده بزرگوار یک ویژگی که ممکن یک ویژگی نمیتونم بگم یک رفتاری که گاهی اوقات از پدرها و مادرها به ویژه مادرها ممکنه که سر بزنه و باعث شوه که حس بدی برای اولاد دست بده ایست که وقتی که در خانه مهمان میایم و امن مهمان معمولا اولاد دارن دیگه خانواده افغانی پر جمعیت هستن اولاد داشته باشه این اولاد که باید وسایل بازی و اسباب بازی و دفتر و کتاب اولاد از ما دست بزنه ما احساس میکنیم یک رقم بی‌ادبی است اگر که اولاد از ما از وسیله خود مراقبت کنه دفتر خود جمع کنه مداد خود کش کنه و سعی میکنیم که اولاد خود مؤاخذه کنیم اولاد خود میگیم نکو مهمان است این رقم رفتار نکو سعی کن احترام مهمان نگه داری این اولاد ناراحت میشه میخوام در مورد همین مسئله صحبت کنیم کار خوب میکنیم کار بد میکنیم این برمیگرده همین بحث ما گفتیم حمایت در خانواده خب حمایت درون خانواده رو گفتیم یک ایجاد فضای امن دو مرزگذاری است ما در اولاد کلانتر خود با اولاد خردتر خود مرز میگذاریم یعنی چی اولاد کلانتر خود میگیم بچه من اینی مثلا پول تو جیبید مده تو اجازه رو میدون برای خود یک کفش بخری مده تو اجازه رو میدون برای خود یک کالا بخری ولی در اولاد خردتر خود اجازه رو نمیدیم خود من دست اولاد خردتر میگیرم دزو کفش میخرم یا کدام کالای میخرم یعنی من امتیاز دادم در اولاد کلانتر خود و دیگه میفهمونم که شما کلان شدی حالا امتیاز ای اختیار داری که خودت کالای خود انتخاب کنی این یعنی مرزگذاری
یعنی من بین بچه کوچیک خود و بچه کلان خود یک مرز قائل شدم. خب من بچه خردتر خود نوازش بیشتر میکنم، نازش بیشتر میکشم. ممکنه اولاد کلان من اعتراض کنه، مادر جان رو بیشتر از من دوست داری، نازش میکنی. خب من همین گبه دارم، اولادم ببینی در شما اختیار دادیم برای خود کالا بخری، لذت‌تر من اختیار ندادیم، ولی خب نازش رو بیشتر میکشیم، چرا که الان نیاز به نازی بیشتر داره. که پذیر گوش میکنیم یا سرش داد نمیکنیم یا بالاخره نازش بهتر خریدار است نسبت به شما که کلانتر هستی. و یکی دیگه این که حمایت کنیم از اولاد، خب به این قسم که ده مسئولیت بدیم. گاهی وقتها بعضی از مادرها فکر میکنه که من اولاد خود همیشه خرد است، همیشه کوچیک است. نگاه میکنیم ماشاءالله قد قواره کلان شده، اندازه خود ما شده، از او انتظار مسئولیت ده نمیدیم، میگیم نه نه خرد است. این محبت افراطی داره است. گاهی وقتها از بچه خرد است ما بیش از حد او مسئولیت میدیم، می هم اشتباه است. بچه خورده هنوز همی خود جمع نمیتونه، ما میگیم برو نانم بیار، برو مثلا چیزم بخر، کوئی کالایی یا مثلا خرید خانه رو من که ممکنه خطرناک هم باشه، خطرناک باشه بله. و یا مثلا دختر هنوز خورده، ما میگیم برو دیگ کن، برو آشپزی کن، خودت دیگه چه گاز نمیرسه ولی بله. میگیم تو باید آشپزی کنی. اینم اشتباهه. مسئولیت متناسب با سن اولاد باشه. بله بله. یک چیز دیگه برمیگردیم به حمایت بیرون از خانواده. نه اگر اجازه بدن یک جنبندی برای گفته های شما تا این لحظه که داشتن انجام بدن، این سوال را و این مسئله را بگذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. خب دوستای عزیز، گفتیم از نقش های خانواده، یکیش مراقبت و راهنمایی بود که در امروز در برنامه خدمت شما گپ زدیم. مراقبت و راهنمایی، مراقبت از اولادهای خود فقط تغذیه نیست، در کنار تغذیه اولاد خود مراقبت از تحصیل و مدرسه ازو داشته باشین، مراقبت از بیماری ازو داشته باشین مثل واکسن، مراقبت از اینکه در اجتماع با چه کسایی رفت آمد میکنه، همبازی از همه اینها نیاز به مراقبت داره. گفتیم مراقبت هر چه که اولاد کلانتر شود، مراقبت مسئولیت از او هم بیشتر خواهد شد. از حمایت در خانواده گپ زدیم، گفتیم حمایت در درون خانواده و بیرون خانواده است. در درون خانواده حمایت به قسم است که ما به عنوان والدین مسئول ایجاد یک فضای امن در خانواده هستیم که اولادهای ما در خانواده جذب شود، احساس آرامش و نشاط کنه. این به شرطی است که مادر این خانواده با نشاط باشه، و این مادر زمانی با نشاط است که پدر خانواده از او حمایت کرده باشه. و یکی دیگر این که گفتیم از مرزگذاری گپ زدیم و گفتیم هر اولادی را متناسب با سن از او مسئولیت بدیم که انشاءالله نه افراد چه نه تفرید. تشکر از شما، بسیار استفاده کردیم. انشاءالله که در قسمت آینده پیرامون ادامه ای بحث و همون سوالی که من سوال پرسان کردم شما باشه انشاءالله که جلسه بعد جواب شد. انشاءالله بسیار تشکر میکنم از شما خانم علیزاده بزرگوار. بینندگان عزیز و محترم، ما در فضای مجازی هم حضور دارم، تو شما از میدونید در یوتیوب، واتساپ، آپارات، دیگه فضای مجازی میتونید که شبکه هادی تیوی دری را دنبال بکنید، برنامه خودتان برنامه روشنا را ببینید. انشاءالله از طریق لایو فیسبوک هم میتونید برنامه را ببینید. در ساده یک به وقت کابل تقدیم حضور شما عزیزان این برنامه میشه. میتونید که نظرات زیبای خودتان را کمنت بکنید. شماره تماس مثبت 962-4780-255-413 که فراموش نمیکنید. شماره برنامه خود شماست و میتونید که نظرات خودت را از طریق واتساپ برای همکاران از ما روان بکنید. بسیار بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را ببینیم و بشنویم. عزیزان در این لحظات آخر برنامه اجازه بدین تا یک دعای بسیار زیبا را تقدیم شما عزیزان بکنم. الهی در دلهای ما جز تخم محبت مکار، و بر جانهای ما جز الطاف و مرحمت خود منگار، و بر کشتهای ما جز باران رحمت خیش مبار، به لطف ما را دست گیر و به کرم پایدار. الهی آمین. به همراه کارشناس محترم خانم علیزاده بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید.